برام خدا سلام و شبتون بخیر. امروز سه‌شنبه 19 جدی 1396 خورشیدی است که برابر می‌شود با 9 جنوری 2018 میلادی. به مجموع خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. خبرهای ما را به گونه زنده از شبکه‌های اجتماعی هم می‌توانید دنبال کنید. در نخست هم صفحات مهم‌ترین خبرها. درخواست رئیس جمهور غنی از نیروهای امنیتی. قوای امنیتی و دفاعی ما تنها مرجع استعمال قوا خواهد شد. برگزاری چهارمین دوره گفتگو میان جمعیت اسلامی و ارگ. بسیار زور میخوای که تو از گردن کوتل خیرخانه کابل بگذاری. و درخواست محققان پرونده روسیه از داخل سفر. هیچ کس صلاحیت استعمال نیروهای امنیتی را در برابر مردم افغانستان ندارد. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد که نیروهای امنیتی در برابر کسانی استفاده خواهند شد که در برابر منافع ملی و قانون اساسی افغانستان بیستند. آقای غنی که در مراسم فراغت محصلین اکادمی پلیس اشاره کرده است، می‌گوید که نباید هیچ عضو شورای ملی در وزارت داخله مداخله کند. پس از آن که فرماندهی پلیس کندهار، رئیس امن و نظم عامه شمال و آمر امنیت بلخ به دلیل تنش‌های درون حکومتی هشدار قبول نکردن دستور حکومت مرکزی را سر دادند، رئیس جمهور میگوید که تنها گزینه استعمال نیروهای امنیتی در برابر کسانی است که در برابر منافع ملی میستند. تعهد مییست که قوای امنیتی و دفاعی ما تنها مرجع استعمال قوا خواهد شد و قوا مشروع خواهد بود. هیچ کس دیگه باید صلاحیت و توان از این نداشته باشه که مقابل مردم افغانستان قوا استعمال. آقای غنی از جانبازی نیروهای امنیتی می ستاید و می پذیرد که هنوز هم صفوف نیروهای امنیتی نیازمند اصلاح است، زیرا ماها این نیروها در میدانهای نبرد آب و غذا ندارند. هر چوک چی پا واسطه مقرر سوی لسنگر دختی دلی، هر چوک چی پا پیسو مقرر سوی سبای اغلا کردی و لستا نغوالی. او پا نهایت احترام سره محترم ملی شورا نگوخته نکوم چی وزارتو تا دی مقرره دی پار نرازی کراغلی سبت سی پا تلویزیونو کده اخبار سی. همواره انتقادها از برخورد قومی در حکومت سر داده شده است، موردی که رئیس جمهور به آن نمیگوید. رئیس جمهور افغانستان مسئولیت خود به کدام قوم و قبیله و حزب و غیرت تسلیم نمیکنه، به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تسلیم میکنه. سر هر کدامتان من اعتبار دارم، از او خاطر جانم زفقه سرتان. وزیر امور داخله بر آغاز روند اصلاح در صفوف پلیس خبر می دهد. همکارای ما زحمت کشیدن، کار کردن، جناب صاحب، عامر صاحب، اوزه همشان، ولی صاحب پلان کسی نیست. ما به اساس برنامه باید پلان پیش بریم که الحمدلله در استقامت کار شروع کردیم. در حالی که رئیس جمهور غنی وزارت داخله را قلب فساد گفته بود، بارها نیروهای پلیس از نبود امکانات جنگی و نیز آب و غذا در خط نخست نبرد شکایت کردند، اما تا کنون کمتر برای زدودن فساد اقدامی صورت گرفته است. عطا محمد نور هشدار می‌دهد که اگر ارگ از گزینه نظامی در برابرش استفاده کند، از کوتل خیرخانه پیش آمدن نخواهد توانست. آقای نور که در میان هوادارانش در بلخ سخن می‌زد، می‌گوید که نگذارند ارتش افغانستان دوپارچه شود. وی می‌افزاید که گفتگوها میان جمعیت و ارگ به بنبست نرسیده است. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. پس از ایجاد تنش‌ها میان رئیس جمهور و والی بلخ، آقای نور در میان هوادارانش در بلخ به ارگ هشدار می‌دهد که اگر حکومت از گزینه نظامی در برابرش استفاده کند، این اقدام به نتیجه نخواهد رسید. بسیار زور می‌خواهد که تو از گردن
کوتل خیرخانه کابل بگذری، از درون کابل بگذری. بسیار باید مشکل است که از قره‌باغ و کلاکان و دولای بگرام و چاریکار بگذری. در همین حال آقای نور تاکید می‌ورزد که هر گونه فشار و زورگویی در برابر وی سبب دوپارچگی ارتش ملی خواهد شد و این کار بر وضعیت اثر ناگوار خواهد گذاشت. از این بدتر ساده نشوین، با قوه نظامی دست نبرین، که این قوه نظامی کسایی است که 70% 80% با ما جنگ نمیکنند. قوه تقسیم میشد، با تحلیل میرد، تجزیه میشه و کسایی نیست که با نورشان بجنگند. با این حال حتی محمد نور تاکید می‌ورزد که گفتگوها برای رسیدن به راه حل با ارگ ادامه دارد و به بنبست نرسیده است و نرسیدن به یک نتیجه عواقب ناگوار خواهد داشت. چهارمین دور مذاکرات میان کاخ ریاست جمهوری و نمایندگان حزب جمعیت اسلامی امروز در پشت درهای بسته وزارت امور خارجه برگزار شد. جمعیت اسلامی هشدار می‌دهد در صورت که این مذاکرات بی نتیجه پایان یابد و کاخ ریاست جمهوری بنبست کنونی را از راه گفتگو حل نکند، گزینه‌های دیگری را به کار خواهند گرفت. در همین حال ولی جدید بلخ از رئیس جمهور می‌خواهد که هر چه زودتر مذاکراتش را با جمعیت اسلامی نهایی ساخته و دستور و آغاز بکارش به عنوان ولی بلخ را صادر کند. ادامه گفتگوها میان کاخ ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی برای شکستن بنبست. تا کنون نمایندگان دو طرف 4 بار در پشت درهای بسته وزارت امور خارجه برای حل تنش‌ها میان رئیس جمهور و عطا محمد نور مذاکره کردند. جمعیت اسلامی امیدوار است که این مذاکرات به نتیجه برسد. ما هنوز مطمئن هستیم که گفتگوها به یک نقطه مثبت میرسه و نتیجه مثبت در پی میداشته باشه. احیانا اگر جانب مقابل برای گفتگو آمادگی نداشت و نخواست که از راه گفتگو مذاکره وارد حل معضله شوه، گزینه‌های بعدی در دستور کار است. والی جدید بلخ نیز نزدیک به 1 ماه است که برای دستور رئیس جمهور از بهر آغاز به کارش لحظه شماری می کند. او از کاخ ریاست جمهوری می خواهد هر چه زودتر مذاکراتش با عطا محمد نور را نهایی سازد. تقاضای جدی داریم از رئیس جمهور که عاجل باید مسئله بحث مذاکراتی که با جناح مقابل دارند مذاکراتشان به پایان برسه و امیدواری هایی که مردم دارند باید به امیدواری ها نقطه پایان داده شود. سناتوران نیز از کاخ ریاست جمهوری و عطا محمد نور میخواهند که بنبست کنونی در روابطشان را از راه مذاکره حل کنند. دولت اختار میته که از زور و یا از طریقای به حساب زور ببره کسی را به حساب والی معرفی کنه. من فکر میکنم بنفع نیست در وضعیت فعلی افغانستان که لطفاً به تنش‌های سیاسی نقطه پایان گذاشته شود که سخت مایه نگرانی و تشویش مردم شده. تشکر سید. برگزاری لوی جرگه قانون اساسی، توزیع شناسنامه‌های برقی بر بنیاد قانون توشیح شده، تغییر نظام، سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، تقرر والی جدید بلخ به خواست جمعیت اسلامی از مهمترین خواسته های جمعیت اسلامی گفته شده است. معاون دوم رئیس جمهور میگوید روند توزیع شناسنامه های برقی از سوی شماری از افراد تندره و افراطی به گروگان گرفته شده است. آقای دانش که در مراسم گرامی داشت از 14 سالگی تصویب قانون اساسی سخن میزد میگوید بازنگری قانون اساسی در جرگه عنعنوی و یا اداره معقص خلاف قانون اساسی است. لیدا نیازی گزارش میدهد. معاون دوم رئیس جمهور در مراسم گرامی داشت از 14 سال تصویب قانون اساسی میگوید که دامن زدن به تفرقه های قومی نقص آشکار قانون اساسی است. وی در پیوند به توزیع شناسنامه های برقی باورمند است که این روند از سوی شماری از افراطیون قومی مانع می شود. در حالی که همه افراد ملت به صبرانه در انتظار توزیع تذکیر برقی هستند، اما متاسفانه این برنامه مهمی ملی به هر دلیلی توسط تعدادی از افراطیون یا تندروان قومی به گروگان گرفته شده. با گفته معاون دوم رئیس جمهور قانون اساسی کاستی هایی دارد، اما بازنگری آن روند پیچیده است و این بازنگری قانون اساسی را از طریق ایجاد دولت موقت و یا برگزاری لوی جرگی عنعنوی اقدام فراقانونی می داند. گزینه های دیگری که گاهی مطرح میشه و حتی طرح های مانند
دولت موقت و یا لوی جرگه عنعنوی و هر سازوکار دیگر اینها مغایر قانون اساسی و یک اقدام فراقانونی. از سوی هم معاون نخست مجلس سنا و رئیس کمیسیون حقوق بشر بسترهای نقص قانون اساسی را چنین برجسته می سازند. حکومت این را در معرض اجرا قرار می داد. اگر این را تنفیذ می کرد و بعد تعدیل پیشنهاد می کرد مطابق حکم قانون اساسی افغانستان، به این مشکلی که فعلا مواجه هستیم به این مشکل مواجه نمی بودیم. حتی قانونگذارای ما معتقد نیستند به برابری، یعنی اعتقاد ندارند به مواد قانون اساسی. اگر اعتقاد داشته باشند باز قانون خشونت علیه زنان به این مشکل مواجه نمیشه. شهروندان کشور قانون اساسی را خط قرمز دانسته و حکومت را در حفظ عملی شدن این سند ملی مسئول می دانند. حامد گیلانی در واکنش به ادعای رحمت الله نبیل که گویا وی در پی آزاد کردن انس حقانی است میگوید که با انس حقانی هیچ رابطه ندارد و در پی رهایی انس حقانی هم نیست. آقای گیلانی در مورد ارائه سند برای حضور رهبران طالبان در خاک افغانستان خاموشی اختیار میکند. رحمت الله نبیل با تازگی در برگه فیسبوکش نگاشته است که حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی در پی رهایی انس حقانی یک عضو کلیدی شبکه حقانی از بند امنیت ملی است. اما آقای گیلانی این اتهام را از سر خودش رد می کند. در جنگ جانی خیل دمنگل ولایت پکتیا صورت گرفته بود، از سیر گرفته شدند 14 افسران و سربازای ما را رها کردند. از رهبر حزب محاذ ملی پرسان می شود که وی چه سندی دارد که میگوید رهبران طالبان در افغانستانند. وی که ظاهرا در این مورد پاسخی ندارد این گونه واکنش نشان می دهد. رد می کنم قصد از رهایی انس نیست. تعبیرهای سو شد، سوی تفاهمات زیادی به وجود آمد، 3 روز از او گذشت، توضیحات کافی داده شد. امید ما و خواهش به از رسانه‌ای است که او سفر دیگر ببندین. با تازگی طالبان به صدای آقای گیلانی گوش دادند تا 14 سرباز اسیر شده در پکتیا را رها کنند. این سربازان در سقوط ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا به چنگ طالبان افتاده بودند. مرکب بسته خلاصیم، من نسیم. تشکر. نه، دا دری ورز مخ که فیصله شویده لازم نمیدونیم که ازی که در پیشتر بگوییم. این در حال است که به تازگی رهبر حزب محاذ ملی گفته بود رهبران طالبان در خاک افغانستانند. اما رئیس اجرایی کشور در واکنش به این اظهارات آقای گیلانی در نشست شورای وزیران گفت که پناهگاه های حراس افغانان و فرماندهانشان در خاک پاکستان مستقرند. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. در تازه ترین واکنش ها به اعتراض های اخیر در ایران، رهبر مذهبی این کشور گفته است سازماندهی و عملیات اعتراض ها در همسایگی ایران تشکیل شده و به وسیله آمریکا و اسرائیل رهبری می شد. آیت الله علی خامنه ای در یک سخنرانی در تهران اقدامات تخریبی در اعتراض های اخیر را یک سنگ به تیر خورده عنوان کرده و به آمریکا هشدار داده که آن را تلافی خواهد کرد. او همچنان گفت که بین اعتراض برای مطالبات صادقانه و اقدامات تخریبی تفاوت وجود دارد. این گفته های رهبر ایران در حال صورت می گیرد که با ختم اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران بیش از 20 تن کشته شده و 1700 تن از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند. مرگ یک تن از بازداشتی ها از اثر خودکشی در زندانی در شهر تهران تایید شده است. گزارش‌ها در رسانه‌های آمریکایی حاکی است که وکلای دونالد ترامپ در حال گفتگو با محققان پرونده روسیه هستند، چون گفته می‌شود این محققان خواهان مصاحبه با رئیس جمهور آمریکا می‌باشند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به آقای ترامپ نوشت که رابرت مولر سرپرست تحقیقات پرونده روسیه احتمالاً ظرف چند هفته خواهان مصاحبه با آقای ترامپ خواهد شد. تیم حقوقی آقای ترامپ هنوز رسماً این گزارش‌ها را تایید نکردند. با خبر اقتصادی هم خوش آمدید.
شرکت برق افغانستان در 16 ولسوالی کشور به دلیل ناامنی نتوانست است پولهای صرفیه برق را گردآوری کند. رئیس این شرکت میگوید در این ولسوالی ها 50 میگاوات برق توزیع می شود، اما نزدیک به 100 میلیون افغانی پولها ضایع می شود. از سوی هم به اساس آمارها سالانه میلیون ها افغانی پول صرفیه برق به جیب گروه های هراس افغان می رود. صرفیه برق چالشی که هر از گاه زبان زده عام و خاص می شود. زورمندان داخل و بیرون حکومتی، نهادهای دولتی و خصوصی از بیشترین بدهکارانند که حاضر به پرداخت صرفه های برق نشدند. رئیس شرکت برق چالش دومی را در مناطق ناامن می داند. در حدود 5 ولایت ما بیش از 15 یا 16 ولسوالی خواهد بیا اگر دقیقا یاد نیست. ساحات است که ما نمیتونیم میترخانی کرده و ساحه. مگم پای برق کجا تیر شده است؟ او ساحت ترانسفورمر داره. هر چند شرکت برق مشخص نمی کند که این پول ها را کی جمع آوری می کند، اما پیش از این آریانا نیوز گزارشی را نشر کرد که نشان دهنده یک گردآوری پول های صرفه برق از سوی طالبان در مناطق جنوب و شمال کشور بود. 45 مگاوات برق که 45000 کیلووات ساعت میشه ساعت تولید میکنیم، امکان داره که سالانه مثلا 100 میلیون یا 500 میلیون افغانی از او پول باید باشه. در کنار این چالش ها شرکت برق از 10 میلیارد بدهی های خود در 6 ماه اخیر 2 میلیارد افغانی جمع آوری کرده است. با باور مسئولان در شرکت برق، برخی از مقام های حکومتی هنوز هم بیش از 5 میلیون بدهکار این شرکت هستند. توجه کنید بنا شما را از اثر خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 70 افغانی با 40 پول، یک یورو 84 افغانی، یک درهم امارات 19 افغانی با 10 پول، هزار تومان ایرانی 16 افغانی با 30 پول، هزار روپیه پاکستانی 615 افغانی و هزار روپیه هندی 1120 افغانی. اکنون وضعیت هوا. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 پایین ترین منفی 3. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 پایین ترین منفی 3. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 پایین ترین 1. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 پایین ترین 1. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 پایین ترین 0. و غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 پایین ترین منفی 8. از همراهیتون با خبرهای آریانا تشکر.